سلام و صد سلام به دوستان فارسی زبان عزیز. گفتم امروز متفاوت شروع کنم. بریم اول اینجا یه سری بهتون نشون بدم دوستان. من خودم خیلی ذوق زده میشم. نمیدونم شما چقدر به گیاه و دار و درخت علاقه داریم، ولی خب مثلا اینو بهتون نشون بدم. این اون درخت است، اگه یادتون باشه بهتون گفتم درخت موزه. گفتم موزه آبی رنگ میده. بری نگاه کنین، یعنی گوگل کنین حتما میبینین، بهش میگن آیس کریم بنانا، یعنی موز بستنی، بخواین ترجمهش کنین. آره، میگن طعم وانیل میده و موز آبی رنگ میده و حقیقت داره، چیز علکی نیست و کمیابه، خیلی هم راضیم. دوستان موز بچه داده، ببینین بهش میگن بچه های موز. ببینین، گفتم اینم بهتون نشون بدم. 1, 2, 3, 4, 5 تا بچه داره. آره، پس راضی از زندگیش اینجا. خب دوستان سلام و صبح بخیر. اینجا صبح، الان ایران شبه، ولی خب من معمولا سعی میکنم ویدیو رو براتون شب بذارم، چون میبینم یعنی شب اینجا بذارم که بشه صبح شما که ببینید. امروز خیلی روز به اصطلاح توپیه برای من. البته هر روز عالیه، این قسمت چرا بلنده، ولی خب امروز مخصوصا سریال مورد علاقم که یکی از دوستان پرسیده بود مثلا بیشتر برای زندگی کابویان بگین، اسمشون یادم رفته، اسم اون عزیزی که گفته بود و اینا، ولی خب اون سریال به اصطلاح فصل جدیدش امروز میاد و تقریبا 3 هفته منتظر مونده بودم به خاطر اینکه آره خیلی سریال هیجان انگیزه. یلوستون برای عزیزانی که میخوام بدونن چه دور سریالیه، تنها سریال کابوییه که تو زندگیم فکر کنم دیدم و واقعا اول نمیخواستم نگاه کنم، ولی خب فهمیدم بازیگرش کوین کاستنره. برای عزیزانی که میگن کوین کاستنر مثلا کیه و اینا، فیلم بادیگارد رو بازی کرد با ویتنی یوستن، خواننده سیاه‌پوست مطرحی که به حساب اثر مواد اووردوز کرد و اینا، فیلم بادیگارد رو بازی کرد. کوین کاستنر میشناسین مطمئنم، الان فکر کنم نزدیک 64-65 سالش باید باشه، ولی خب فیلم واقعا فوق‌العاده. اون اپیزود اولو اگه فرجه بدین، چون من اپیزود اول گفتم خب الان من این چجوری تعامل کنم، ولی اون قسمت اولش یه مقدار چون طولانی هم هست، 1 ساعت و خورده‌ای، اون اپیزود اولو یه جوری سعی کنین تعامل کنین، بعدش اصلا فکر کنم یه فصل رو تو یه روز نگاه کنین. خب دوستان گفتم امروز یه چیز جالب، یه مطلب جالب بهتون بگم درباره گرفتن گواهینامه در آمریکا. همسایه فضولمون هم خدا شکر نیست امروز. دوستان گواهینامه گرفتن اینجا خیلی لذت بخش، یعنی یعنی احساسی هم روزی که اون گواهینامه رو گرفتم یه مانع خیلی بزرگ رو برداشتم و خیلی لذت داشت. اول اینکه شما اگه اولین بارتون باشه و شما اومدین آمریکا، باید منتظر سوشال سکیوریتی تون باشین. اکثرتون که دیگه عشق مهاجرت دارین مطمئنم میدونین سوشال سکیوریتی چیه. سوشال سکیوریتی تقریبا مثل همون کارت ملی خودمونه، منتها کارت ملی اینجاست و نه تا رقم داره که اونو باید حفظ باشین، چون اینجا مثلا اکثر جاهایی که میرین میگن 4 رقم آخر سوشال سکیوریتی تون بهمون بگین. بعد جالب میدونی چیه؟ قبلا هم به من گفتم مواظب باشین و از این کارتتون رو به هیچ کی نگین. حالا هر جا که میگین میگن 4 رقم آخر مثلا کارتتون چیه که باید بگین دیگه، باید حفظ باشین. 9 تا رقم خیلی هم آسونه. خب روزی که میرین به اصطلاح اون دفتر گواهینامه رانندگی که بهش میگن DMV، میرین اونجا پاسپورتتون باید همراهتون ببرین و که بدونن شما اینجا چیز هستیم، ببخشن سوشال سکیوریتی میبرین که بدونن شما اینجا مثلا آمریکایی هستین، ساکن اینجا هستین. پس پاسپورتتون سوشال سکیوریتی رو میبرین. اگه از قبل وقت گرفته باشین خیلی کارتون جلوتر میفته، به خاطر اینکه معمولا صف دور و درازی داره. خب وقتتون رو اگه بگیرین خیلی آسونه وقت گرفتن، میرین تو وبسایتش خیلی راحت وقت گرفتن. بعد
مشخصات نشون میدین، یه فرمی پر میکنین چون ازتون میپرسن که شما آیدی میخواین. آیدی یعنی کارت شناسن، یعنی فقط اون کارت رو لازم دارین که مثلا به اصطلاح امرار معاش کنین، گواهینامه لازم ندارین، بهتون آیدی خالی میدن. یه مدل دیگه هست مثلا میگه فقط گواهینامه موتور میخواین یا گواهینامه مثلا ماشین میخواین. خب انتخاب میکنین، بعد نمیدونم اون پشتش هست مثلا خدای نکره اتفاقی براتون افتاد میخواین اعضای بدنتون رو اهدا کنین و اینا، دیگه آدرستون رو میپرسه اونجایی که حالا زندگی میکنین، حالا اگه خونه فامیلی چیزی هستین مجبور اون آدرس رو بذارین. بعدم فرمو که پر کردین یه شماره بهتون میدن، بعد رو تلویزیون، یه تلویزیون بزرگ هست، حالا کالیفرنیا اینجوری بود، لس آنجلس، تو تکساس اصلا خیلی باحاله، اصلا 2 دقیقه‌ای شد. خب بعد میرین امتحان میدین، اول میرن چشماتون رو چک میکنن، همین حرکت هایی که بالا پایین چپ راست اینا رو انجام میدین، بعد گواهینامه رو خونده باشین. اینجا رو نمیدونم یعنی تو تکساس، ولی کالیفرنیا لس آنجلس به زبان فارسی هم میتونین امتحان بدین، ولی دوستان اصلا پیشنهاد نمی کنم، تنتون هم نلرزه واسه امتحان دادن انگلیسی، چون واقعا خیلی ساده تر از فارسی بود، یعنی فارسی اومدن ترجمه کردن اصلا یه دنیای دیگه ای، اصلا پیشنهاد نمی کنم فارسی امتحان بدین، ولی بازم میل خودتونه. فارسی داره، انگلیسی داره، نمیدونم چینی داره، اسپانیایی داره، بسگی به خودتون داره. بعد اون اوایل که من اومده بودم، اوایل همچی میگم، اوایل 80 سال اینجا، ولی خیلی فرق کرده، چون سال 2013 که من اومدم رو کاغذ امتحان میدادیم، مثلا 4 گزینه‌ای بود. بعد سال 2000 فکر کنم 2018 بود، چون 5 سال یه بار اونجا گواهینامه‌تون رو تمدید میکنین، رفتم که امتحان بدم. به خاطر حالا شاید بگین چرا دوباره رفتی امتحان داری، فکر کنم به خاطر اینکه یه دونه چیز داشتم، یه دونه جریمه داشتم، باید مجبور بودم موقعی که وگرنه اگه جریمه داشته باشین خودشون براتون میفرستن. خلاصه رفتیم اونجا، یه دفعه کامپیوتری شد، همون موقع هم بهتون جواب میده که قبول شدین یا قبول نشدین. اگر اشتباه نکنم شما 3 بار مبلغی که پرداخت میکنه، میگم اون موقع 33 دلار بود. خب این 33 دلار رو که میدین، شما اجازه دارین 3 بار امتحان بدین، اصلا 3 بار همون موقع میتونین امتحان بدین، برین مثلا قبول نشین برین قبول چین یا قبول نشین، یه 3 بار میتونین همون روز اصلا امتحان بدین همون موقع. بار اول میتونین 10 تا غلط داشته باشین اگه اشتباه نکنم، بار دوم میتونین 7 تا غلط داشته باشین، بار سوم اگه اشتباه نکنم 3 تا غلط میتونین داشته باشین، دیگه از اون بیشتر باز دوباره باید برین همون حرکت رو انجام بدین، باز وقت بگیرین و یه بار دیگه امتحان بدین، دوباره 33 دلار پول بدین و این کار انجام بدین. و دوستان سختم نبود، چیز ساده ایه. خب من اولین بار مقدار کلا گیج بودم، اومده بودم هولم کرده بودم، خواستم سریع امتحان بدم. مکس نمیدونم چرا اینجا رو داری میکنه، چی میخوای از من؟ طلا مالا اینجا نیست، من همه اینجا رو گشتم. مکس قیافه مظلوم باور کنم میشه اینقدر قدرت داشته باشه؟ عشق. خب عرضم به حضورتون که آره، بعد ایشالا که قبول بشین همونجا یه میزه، یعنی دقیقا کنار کامپیوتر، این بانوی یا هر کی که اونجا کار میکنه یه کاغذی بهتون به عنوان کاغذ تاییدیه میده که این قبول شده و اینا، کاغذ رو برمیدارین و همون موقع بهتون میگه که یه دونه الان باید چیز بدین، به اصطلاح وقت بگیرین برای امتحان شهرتون، یعنی با ماشین رانندگی کنین. خب حالا دارم پله پله بهتون میگم، یه کاغذی بهتون میدن اسم کاغذ پرمیته، پرمیت یعنی اجازه، یعنی شما میتونین رانندگی کنین، ولی یه کسی که گواهینامه داره و مثبت 18 است، یعنی 18 سال بیشتره، میتونه کنارتون باشه وقتی شما رانندگی کنین. که دوستان این خیلی بهتون کمک میکنه، مخصوصا در 2 صورت، اگه هیچ وقت تو آمریکا رانندگی نکردین و هیچ وقت کلا رانندگی نکردین، خیلی بهتون کمک میکنه، چون یاد میگیرین قوانین و اینجوری و هول هم نمی کنین. خب منو که کسی نبرد خدا رو شکر، یه ماه تقریبا التماس این اون کردم، بعد یکی از آشنای مادر بزرگ، یکی از دوستان مادر بزرگم گفت من میبرم تو، خب دمشم گم برد، و بعد خب پدر بزرگم یه مقدار آشنا نبود، یعنی میترسید منو ببره، خدا رحمتش کنه، دیگه از اون بعد خودش نشست کنارم و دیگه من رانندگی کردم.
بعد از اون دوستان اون شخص یه شخصی باید ماشینشو بیاره تو بسته اون راهنمای رانندگی. بعد از بعد وقت هم نبود، یعنی 3 هفته طول کشید که من وقت بگیرم. اون شخص ماشینو میرونه میاد توی خطای خاصیه، چون مثلا وقت گرفته بودم برای 8 صبح، میاد اونجا خودش میرونه میاد اونجا تو ماشین منتظر میمونه، شما هم قسمت راننده منتظر میمونین و خودشون میان مثلا شما چه ساعتی وقت داشتین، شما چه ساعتی وقت داشتین، و بعد مثلا هر کس که همراهتون بوده از ماشین پیاده میشه، اون طرف میشینه کنارتون و مثلا میگه از این خیابون برو، حالا راهنما بزن، حالا خط عوض کن، حالا این کارو انجام بده اینا. و اگه اشتباه نکنم شما 3 غلط میتونین داشته باشین، اگه اشتباه نکنم 3 غلط رو میتونین داشته باشین. و دوستان اون پرمیت رو که بهتون گفتم شما میتونین 6 ماه اونو داشته باشین. یه مدت میگفتن 1 ساله است ولی الان عوض شده 6 ماهه، یعنی 6 ماه شما میتونین بدون امتحان شرط دادن اونو داشته باشین، ولی بعد از اون باطل میشه، یعنی هر اون زحمتی که شما کشیدین همش به باد میره. پس هر چه زودتر اقدام کنین که برین شهرتون هم امتحان بدین. خب بعد از اینکه ایشالله اون شهرتون هم قبول شدین، بعد دوستان یه آدمایی هستن اصلا تو خود اونجا کار میکنن که مثلا شما میتونین ازشون وقت بگیرین که شما رو ببره یه حالت به اصطلاح آموزش رانندگی، که هیچ چیز خجالت آوری هم نیست، قانونا رو خب بلدن، بعد روش امتحان گرفتن رو بلدن، بهتون خیلی راحت میگن که اینو ازتون میپرسن، بلد باشین اینو ازتون میپرسن. عرضم به حضورتون که آره گواهینامه ان شاءالله وقت شهرتون رو قبول شدین همون موقع بهتون میگه، میریم باز داخل یه برگه دیگه بهتون میده، اون گواهینامه که بهتون میده یه دونه شماره میاد با اون گواهینامش، یه مثلا یه شماره چند رقمی هم میاد باش، موقتی کاغذ بزرگ میده، معمولا بعد از 1 هفته 10 روز گواهینامه اصلیتون هم میاد. و گواهینامه با گواهینامه های ایالت مختلف هم با هم فرق میکنه شکل و ظاهرش و اینا، زیاد صحبت نکنم، ولی گواهینامه گرفتن اصلا تو تکساس یه چیز دیگه است، اصلا رانندگی تو تکساس یه چیز دیگه است، چون دوستان اصلا اون وحشی بازی وسل لس آنجلس رو نداره. اول اینکه میگم ما وارد تکساس که شدیم چند تا نوشته جالب بود که دیگه به شهر ما اومدین و به اصطلاح آره شهر تکساس اومدین و اینا، به ایالت به اصطلاح تکساس اومدین یا به شهر ما خوش اومدید و دیگه بیایید مثلا یه جوری هوای همو داشته باشیم دیگه، اینجا مال خودمونه، خودمون باید اداره کنیم اینو. خیلی جالب بود. و یه تیکه دیگه هم نوشته بود که وقتی یکی مثلا جلوتون آروم میره یا بکشین کنار از کنارش رد شین یا آروم برید، یعنی مثلا میگفت که حق اینا نریم بوق بزنین و از این وحشی بازی انجام بدیم که تو لس آنجلس انجام میدن. اسکایلر اینم که فقط هفت گری میکنه، نمیدونم این چی میخواد. اسکایلر با این قلاد تلاییش. خلاصه دوستان آره بعدش بعد 10 روز هم گواهینامه تو میاد تو تکساس، یا حتی گفتم تو کالیفرنیا 5 ساله است، اینجا اگه اشتباه نکنم 7-8 ساله است. آره خیلی مدت زمان طولانی تر بهتون میدن اون گواهینامه تون اینا، اصلا میگم قانوناش هم فرق میکنه. حالا ایشالا یه دونه ویدیو دیگه هم درست میکنم که چجوری میتونین گواهینامه موتور هم بگیرین. یعنی موتور هم باز اینجا یه مقدار فرق داره با کلن کالیفرنیا. آره اینم گواهینامه گرفتن ماشین و بعد در ضمن اینم مطمئنم میدونیم تا گواهینامه نداشته باشیم نمیتونیم برین ماشین بگیرین، چون همون موقع از گواهینامه‌تون باید یه دونه کپی و عکس و اینجور چیزا بگیرن. بعضی هم میگفتن یعنی میشه بدون گواهینامه برین ماشین بگیرین؟ آره یکی میتونه همراهتون بیاد برین ماشین رو بگیرین، ولی خب نمیتونین خودتون از اون نمایشگاه بیارین بیرون. گواهینامه هم خیلی مهمه دیگه، همین دیگه، عکس هم ازتون میگیرن. من یه چیز خنده‌دار بهتون میگم دوستان، بعضیا میومدن مثلا ایرانی ها میومدن کوچلوار و مثلا ریش ستیخ کرده، مثلا انگار بخواستن عکس دومادی بگیرن، کلن از اینجاتون پایینتر نمیگیره یه عکس. عکس همه هم زشته، یعنی شما هر چقدر تلاش کنین، یعنی زیباترین مدل ها رو من دیدم گواهینامه‌هاشون افتضاح، یعنی چشتون. من که این آخرین بار که رفتم تکساس کلن ریش افتاده بود، یعنی هیچی دیگه نمیفته. بعد عکسام هم اکثرا این زندانی ها میمونه، این خلافکار ها میفتم،
یعنی اصلا توجه نکنیم، اصلا دخترها مثلا آرایش میکنن و نمیدونم یه گوشواره میندازن، عطر میزنن، عطر زدن اشکال نداره، ولی میخوام بگم اصلا تو اون عکس مشخص نیست و شاید مثلا در اون 5 سالی که شما گواهی نامه داشته باشین 5 نفر نگاه نکنن، چون اصلا جایی مثلا نمیبرین نشون بدین. آره این گواهی نامه عکساش خیلی بامزه است، افتضاحه، یعنی رنگی ها ولی افتضاح، اصلا نمیدونم چجوری مثلا پلیسا نگاه میکنن تشخیص میدن که این تویی، چون اصلا اونی که تو عکسشون میده اون شما نیستین. اینم از گواهی نامه و امیدوارم جواب سوالای خیلی ها رو داده باشم و دیگه خوشحال بشین یه ویدیو متفاوت دیگه. بعدش در گواهی نامه هایی که من تو ارتش گرفتم، گواهی نامه موتور، گواهی نامه 18 چرخ، پایه 1، پایه 2، درباره همه اینا هم دوباره صحبت کنم. گفتم این فقط یه ویدیو جامع باشه برای گواهی نامه گرفتن ماشین، یعنی شما اومدین میخواین گواهی نامه بگیرین چه جوری گواهی نامه بگیرین. خیلی هم ساده و شیک و ترتمیز. شب و روز خوبی داشته باشین. ممنون بابت حمایت یکایکتون.